به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید، از واشنگتن سلام میگویم. در برنامه امشب تفسیر خبر نگاهی میاندازیم به وضعیت ایران در عرصه بین المللی. در همین مسیر نگاهی خواهیم داشت به کانادا. چرا؟ برای اینکه برای بار دیگر یکی از ایرانیان سرشناس خارج از کشور، آقای دکتر رضا مریدی، در انتخابات مجلس قانونگذاری اونتاریو بار دیگر در این مجلس ماندگار شدند با رأی اکثریت مردم حوزه انتخاباتی خود. اما در ایران انتخابات آیا تاکنون آزاد بوده است؟ آیا آنچه که در ایران زیر عنوان انتخابات می‌گذرد بازتاب دهنده رأی واقعی اکثریت مردم ایران است؟ چرا ایرانیان از هر طایفه و گروه، از هر مسیر و نهله فکری اجازه ندارند در انتخابات به عنوان نامزد شرکت کنند؟ در این میان نگاهی میاندازیم به روابط کانادا و ایران نیز، همچنین به آنچه که در عراق میگذرد و پیامدهای آن بر عرصه سیاسی ایران و شکاف رو به گسترش میان دو جناح تشکیل دهنده جمهوری اسلامی، دو جناح اصلی، همزمان با روند مذاکرات میان جمهوری اسلامی و پنجه به اضافه یک. با من و شما هستند در تورنتو آقای دکتر رضا مریدی و در استودیو آقای ناصر محمدی که ایشان هم نیاز به معرفی بیشتر ندارند. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای محمدی سلام به شما. درود بر شما جناب چالنگی عزیز و گرامی و همچنین جناب دکتر مریدی عزیز، با عرض تبریک خدمت ایشون به واسطه موفقیت مجددشون در پارلمان اونتاریو و همچنین شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران. شما البته پیش دستی کردیم، من قصدم این بود که ابتدا با شما سلام علیکی کرده باشیم، بعد به اتفاق بریم خدمت میهمان عزیزمون که داریم و به اتفاق سلام بگیم به آقای دکتر مریدی. شما گفتید، من هم از واشنگتن سلام میگم به شما و خوش آمدید به تفسیر خبر آقای دکتر رضا مریدی عزیز. خیلی متشکرم جناب آقای شرنگی. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همینطور خدمت جناب آقای محمدی و عرض سلام و درود حضور همه بینندگان و شنوندگان ایران فردا، به خصوص هموطنان عزیز ایرانی که در زادگاه عزیزمون ایران هستند. امیدوارم که همه یه روز خوب و خوشی رو داشته باشند. آقای مریدی گرامی، انتخابات دوباره در اونتاریو، در ریشمون هیل، شما از اون منطقه به مجلس قانونگذاری اونتاریو میرید، درست هست این؟ بله همینطوره. من خوشبختانه تونستم این با برای بار سوم از حوزه انتخابی ریشمون هیل که یکی از حوزه‌های انتخابی بزرگ شهر تورنتو هست، مجدداً برای بار سوم به پارلمان اونتاریو راه پیدا کنم. این امکان برای همه هست، یعنی هم کسانی که شهروند کانادا هستن، حالا
اصلا از هر کشوری آمده باشن، متولد کشور دیگه باشن، فارغ از هر نوع دینی که داشته باشن، هر نوع عقاید سیاسی داشته باشن، یا نه اونجا به ما و برخی از بینندگان که احتمالا نمیدونن بفرمایید شورای نگهبانی هست، کسی هست، آیت الله جنتی هست، کسی بالاخره؟ در کانادا هر انسانی به مناسبت انسان بودنش حق حقوقش با بقیه انسانهای دیگر کاملا مساوی هست، به این معنا که اینجا کسی کاری به این نداره که یک انسان چه اسمی داره، چه مذهبی داره، چه دینی داره، از چه ملیتی هست، آیا مجرد متأهل، رنگ پوستش، همه انسان ها از هر نقطه دنیا که هستن تابع هر دین و آداب و رسوم و فرهنگ و زبان و مادری و آیا مجرد هم متأهل هست، هیچ کاری به اینها ندارن و همه انسان ها به مناسبت انسان بودنشون کاملا یکسان هستن و به تبع اون هر انسانی که تبعه کار باشه میتونه در انتخابات شرکت بکنه، رای بده و همینطور میتونه به عنوان کاندیدا خودش رو معرفی بکنه. البته احزاب سیاسی هم اینجا فعال هستند. در همین انتخابات اخیری که در ایالت اونتاریو کانادا برای پارلمان انجام شد، در حوزه انتخابی من که حوزه ریچمونتیل اسمش هست، یکی از حوزه های انتخابی بزرگ شهر تورنتو است، 6 نفر از 6 حزب مختلف فعالیت میکردن در انتخابات. خوشبختانه من در بین این 6 نفر تونستم انتخابات رو با اکثریت نسبی ببرم و برای بار به پارلمان اونتاریو راه پیدا بکنم. برمیگردیم، پرسش های بسیار داریم از شما آقای دکتر رضا مریدی، اما پیش از اون آقای ناصر محمدی، واقعا تمام مسائل به کنار، یک پرسش بسیار ساده است، در واقع شاید من از مسئولان حکومت ایران بپرسم، اما شما میتونید برای ما تحلیل کنید و روشن کنید، این که چگونه هست که کسی، شخصی، شخصیتی مثل آقای دکتر رضا مریدی یا کسان دیگر در کانادا، آمریکا، کشورهای دیگه راه‌ها بازه برای خودشون، هیچ نیتی هم جز خدمت به مردم حوزه انتخاباتی خودشون ندارن، اما در کشوری مثل ایران، در کشور خودشون، زادگاهشون، راه ها عملا بسته است؟ این ناشی از چیه؟ ناشی از حکومت فعلی است؟ ناشی از چی است؟ ببینید، اگر بخواییم واقعا قیاس بکنیم جناب چالنگی، قیاس محل فارغ است، یک دلیل عمده داره، یعنی یک دلیل اساسی به اعتقاد من داره، یکی این استش که اون کشورها نظامی دموکراتیک دارن، کشور ما متاسفانه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نظامی دیکتاتوری دارد، هیچ شک و تردیدی هم در این زمینه نیست. خب الان داشتن توضیح میدادن که هر کسی در کانادا باشه، از هر جا آمده باشه، به شرطی که رأی بیاورد، رأی مردم رو کسب بکند، میتواند برود به پارلمان، میتواند مقامات رو کسب بکنه. خب حالا ما اینو وقتی در ایران میبینیم که اولا ساز و کار انتخاباتی دموکراتیک نیست. ساز و کار انتخابات در آمریکا، در کانادا، در جای دیگه ساختارش اصلا ساز و کارش دموکراتیک است. میایم میبینیم شورای نگهبان داریم. بسیار خوب. حالا شورای نگهبان داریم، یک سری رو اونجا سرند میکنن و دستجیم میکنن. تازه اینا وقتی میایم به مجلس باز هم اختیاری ندارن جز این که مسابقه بذارن در اطاعت از رهبری، که در ماجرای این مسئله جمعیت و اینا دیدیم که ببینیم چجور اینا از خودشون هیجان نشون میدادن که آقا فرمودن مثلا جمعیت بشود 150 میلیون، مسابقه با هم میزن، از خودشون اراده ای ندارن. از طرف دیگر اصلا هیچ، نه تنها بخش بزرگی از جامعه خود ایران نمیتواند در رقابت های انتخاباتی شرکت کنه، چه در مجلس چه در ریاست جمهوری و غیره، اصلا دیده نشده که یک مثلا تبعی انگلیسی که آمده ایرانی شده اون بتونه به مجلس راه پیدا کنه، مگر اون کسانی که در نجف متولد شدن و وابسته به خود آخوندها و خود آقایون معممین هستن و اونها البته امتیازات مخصوص دارن. این هستش که اگر بخواهم سوال رو در یک جمله پاسخ بدم،
نظام، نظام دیکتاتوری است، نظام ولایت مطلقه فقیه است و این چیزها رو در واقع این تفاوت‌ها رو با تمام دنیا داره جناب شالنگ. آقای مریدی عزیز، غیر از شما ایرانی های دیگه هم هستند و بودند در انتخابات اونتاریو؟ آقای چارنگی، فقط من کاندیدا بودم از حزب لیبرال اونتاریو برای بار سوم، بار همونطور که عرض کردم، ولی باید اضافه کنم که من اولین ایرانی بودم که در قاره امریکا، که میشه به اصطلاح تمام کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی و مرکزی، برای اولین بار به یک مجلس قانونگذاری راه پیدا کردم در اونتاریو، در بزرگشهر تورنتو، و همینطور اولین ایرانی بودم در خارج از ایران به عنوان وزیر داخل کابینه دولت شدم در دولت قبلی اونتاریو. و این دفعه هم که انتخابات انجام شد در 12 جون، خوشبختانه حزب ما، حزب لیبرال اونتاریو، تونست اکثریت کرسی های پارلمان رو به دست بیاره. نتیجتا رهبر حزب ما خانم کاترین گیم، ایشون به عنوان نخست وزیر اونتاریو معرفی شدن و کابینه شون رو در هفته پیش معرفی کردن و در این کابینه به من مسئولیت 2 تا وزارت خونه دادن. قبلا من وزیر پژوهش های علمی و نوآوری بودم، یک وزارت خونه بسیار مفصلی هست برای خودش. فقط در بعد این وزارت خونه باید عرض کنم که سالی 14 میلیارد دلار و ارزش 14 میلیارد دلار در ایالت اونتاریو کارهای پژوهشی و تحقیقات علمی در دانشگاه ها، بیمارستان های تحقیقاتی، شرکت های بزرگ، کمپانی های داروسازی و بقیه مؤسسات علمی و صنعتی کار تحقیقاتی انجام میشه. و همین در واقع یک معیاری هست که به اصطلاح بعد وزارت پژوهش های علمی و نوآوری اونتاریو نشون. در دولت جدید خانم کاترین اصلا خواستن که ضمن اینکه مسئولیت وزارت پژوهش های علمی و نوآوری رو داشته باشم، مسئولیت یک وزارتخانه دیگر رو هم به عهده من گذاشتن. واقعا من الان تنها وزیری هستم در کابینه که مسئولیت 2 تا وزارتخونه رو به عهده دارم. وزارتخونه دوم وزارت دانشگاه‌ها و کالج‌های اونتاریو هست، وزارت آموزش عالی ما در ایران بهش میگفتیم، و این وزارتخونه هم وزارتخونه نسبتا عرضه‌طبیعی هست با بودجه حدود 9 میلیارد دلار. 20 تا دانشگاه من در اونتاریو داریم، 24 تا کالج داریم و حدود 650,000 نفر دانشجو و 10,000 نفر استاد و کارمند و اینها خوب در دانشگاه و کالج‌های اونتاریو و در بخش آموزش عالی و آموزش حرفه‌ای مشغول هستن که مسئولیتش رو بنده به عهده دارن. آقای محمدی، ببینید، شما اشاره کردید به یک انگلیسی در انتخابات ایران. الان مسابقات جام جهانی در برزیل فوتبال در جریان هست، تا 1-2 ساعت دیگه تیم های اگر اشتباه نکنم سوئیس هست و آمریکا بازی میکنن و همینطور تیم های دیگه دیدیم، تیم آلمان رو دیدیم روز گذشته و تیم های اروپایی دیگه رو دیدیم، آمریکای لاتین که جای خود داره، منظور من فوتبال نیست. ببینید، در تیم سوئیس بازیگر آفریقایی تبار داریم، در تیم های مثل فرانسه و بلژیک خب بیشتر و خدمت داره، در تیم آلمان هم داریم. اما حکومت ایران از روز نخست هم از وحدت مسلمانان میزه. حالا بگذاریم از اینکه در درون ایران بین شیعه و سنی ها نتونسته وحدت ایجاد کنه از بابت خود حکومت، یعنی سنی ها یک مسجد در اهل سنت، ایرانی های سنی مذهب در پایتخت کشورشون ندارند، یعنی نشونه وحدتی است که حکومت ایران انجام میده. حتی در درون خود حکومت هم نتونستن با کسانی مثل آیت الله منتظری اینا حرفش رو تحمل بکنن. بگذاریم، شیعیان افغانستان رو هم و اساساً افغانی های گرامی که در سازندگی ایران نقش داشتن بدون تردید، آیا تونستن مثلا راه به جای پیدا کنن؟ غیر از یک سرسپرده ای که داشتن همون اول آقای جلال‌الدین فارسی، تازه اون هم به خاطر دلایل دیگه. آقای محمدی از شما میپرسم، یعنی اگر بخوایم فکر بکنیم که کسی دیگری
از کشور دیگری آمده باشد تا به اصطلاح ایرانی شده باشد و تابعیت ایران رو گرفته باشه و به مقامی رسیده باشه، همونجوری که اشاره کردید، حتی بخش بزرگی از سنی مذهبای خودمون حتی در مناطق خودشون صاحب مقام نشدن. این واقعا مایه افتخاره که آقای دکتر مریدی میگویند سرپرستی دو تا وزارتخونه رو دارن و چندین دانشگاه رو دارن هدایت میکنن، ریاست میکنن. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این اندیشمندان و این افراد کارشناس ما که واقعا لیاقت دارن در کشورهای دیگر دارن خدمت میکنن، بعد مثلا دانشگاه امام صادق دست آقای مهدوی کنی میفته که میدونیم ماجراش چیه. دانشگاه دیگه هم همینه، ارزش دانشگاه. ولی این که بگیم کسی بیاید وزیر بشود یا مقامی بشود، واقعا از خود ایرانی ها هم نمیتواند به این مقامات برسد، زیرا از فیلترهای مختلف باید رد بشه. آقای چلنگی، یک گنگ هستن، یک حالا هرچی اسمشو میذاریم، یک تیم هستن، یک گروه هستن که اینها دارن در واقع حکومت میکنن، خودشون هم یک مقرراتی برای خودشون دارن. اگر شما داخل اون گروه باشید همه جور دستتون باز هست، بهتون پست و مقام میدن، رانتخاری دارید، همه اینا هست. این پیام های وحدت و شعار های وحدت، اتفاقا آقای روحانی در به مناسبت حلول ماه رمضان پیامی برای همه رهبران کشورهای مسلمان داده بود که بله ما باید با مسالمت و با خیلی به اصطلاح مدارا و ملاتفت و اعتدال بخوایم رفتار بکنیم. همین شعاری که ایشون میگوید مسئله اعتدال، یکی از نمایندگان مجلس گفته است نه، اعتدال هم همون به معنای براندازی است. بنابراین حتی اعتدال رو نمیتوانند در داخل کشور جا بیاندازند، چه برسه به این که یک نفری رو حالا به قول شما از برادران افغانی ما که واقعا هم فرهنگن، هم منطقه هستن، هم زبان هستن و خدمت میکنن، بسیاری هستن، اینها به مقامات برسن اصلا شدنی نیست در نظامی که نام ولایت فقیه بر اون هست و متاسفانه در انحصار و در اختیار خالص و به طور مطلق در اختیار روحانیون و اهل عمامه و اهل منبر و مسجد هستش. آقای دکتر موریدی، من برای بینندگان بگم بیوگرافی مهمانان ما، برخی از مهمانان ما حقیقتا طولانی‌تر از وقت برنامه ما هست، از جمله آقای دکتر رضا موریدی، دوستان به ویژه جوانان من مطمئن هستم که علاقمند هستند و قطعا سرچ خواهند کرد، جستجو خواهند کرد توی گوگل یا جاهای دیگه و پیدا خواهند کرد به وفور درباره مطالب و مقالات و گزارش ها و مصاحبه های مختلف درباره آقای دکتر رضا موریدی. آقای موریدی عزیز، به ما بگید موقعی که نتیجه برای سومین بار تثبیت شدن شما در پارلمان اونتاریو روشن شد، یه لحظاتی هست در چون مواقعی من فکر میکنم که انسان خلوت خیلی زود گذریست از ذهنش به زادگاهش ممکنه فکر کنه، به کشورش فکر کنه، که من مطمئنم که شما چون این حسی رو دارید به گستردگی بسیار زیاد، به رضاییه مثلا فکر میکردید که زادگاه شماست، به وطن مادر که ایران بود، چه احساسی داشتید؟ جناب شاهنگی، من الان 27 سال هست که از ایران اومدم بیرون و در عرض این 27 سال کمتر شبی هست که من چشمم رو ببندم به فکر زادگاه عزیزمون ایران نباشم. در تمام لحظات، حتی جلساتی که من در پارلمان میشینم یا ایامی که ملاقات دارم با رؤسای دانشگاه‌های اینجا یا با سفرا و کاردارهای به اصطلاح کشورهای خارجی که بیان برای دیدار من، یا اون موقعی که در فرودگاه تورنتو به رئیس جمهور چین از طرف نخست وزیر خدمتمند میگفتم، یا موقعی که باز در پکن با شهردار پکن ملاقات داشته و با مقامات خارجی و همینطور با مقامات کانادایی همکاران صحبت می‌کنم، همیشه به یاد ایران هستم، همیشه به یاد وطن هستم
و افسوس میکنم که چرا ما در زادگاه عزیزمون ایران نمیتونیم از این همه توانایی هایی که مردم ایران دارن استفاده بکنیم. ببینیم انسان ها و مردم هر کشوری بزرگترین سرمایه اون کشور هست. سرمایه ایران یا کانادا و امریکا در چاهای نفت ما نیست، ساختمان های ما نیست، دانشگاه ها و مدارس ما نیست، سرمایه اصلی همون انسان ها هستن و جای تاسف که از الان سالیان سال هست که انسان ها به حساب نمیان، فقط یک تعداد معدودی خودشون رو قیم همه میدونن و اینها حکومت رو در دست گرفتن و دارن اصل خودشون رو میتازونن. ولی باید عرض کنم که تاریخ رو ما نشون میده، به خصوص تاریخ ایران ما، تاریخ 2500 سال، تاریخ مدون ما نشون میده که این خودسری ها و این خودسرها اومدن و رفتن و آخرسر ایران باقی مونده، مردم باقی موندن و این هم گذراست. منتها خب جای تأثیر دلیل که در قرن 21 که دنیا به سرعت داره پیشرفت میکنه، ایران ما به سرعت در حال خراب شدن هست، در حال تخریب محیط زیست، زندگی مردم به کل داره نابود میشه، دریاچه ها خشک میشه، رودخانه ها رو خشک میکنن، جنگل ها از بین رفته، واقعا معلوم نیست که مردم چجوری میخوان زندگی کنن. حتی ارزاق روزمره مردم از خارج از کشور وارد میشه، حتی بنزین در ایران نمیتونن تولید بکنن که مصرف داخلی رو بدن. با داشتن اون همه ثروت های زیرزمینی ایران یک کشور فقیری هست و مسائل مشکلات خیلی زیاده و همه اینها منشأش در حکومته. طبیعتا اگر حکومت ناشی از مردم بود مثل کشورهای دموکراتیک در غرب و همینطور کشورهای دموکراتیک در شرق مثل ژاپن، مثل استرالیا، مثل مالزی و بقیه کشورها، خب ایران ما هم میتونست مثل بقیه بشه. واقعا جای تأثیر از جای تأثیر بود. من این حال که میبینم به خصوص در کانادا جان فرنگی، وقتی من از مؤسسات مختلف بازدید میکنم، ایرانیان محفظ رو در کارکنجات ما، در مؤسسات علمی ما، در بیمارستان میبینم، واقعا متأثر میشم که این پتانسیل میتونست در زادگاه ما ایران مورد بهره برداری قرار بگیره. فعلا روزگار این چنین بوده که ما این استعدادهامون رو در کشورهای دیگری ازش استفاده میکنیم. آقای محمدی، به برخی از کسان در خود نظام، یعنی گردانندگان حکومت یا گردانندگان پیشین در نظام جمهوری اسلامی، اعضای ماشین چرخان ولایت فقیه، این فکر و این ایده رو یا هر چه که هست رو توصیه و تبلیغ کردن که همین شرکت در انتخابات، همین انتخاب بین بد و بدتر، چیزی که دموکراسی دینی به قول علمای جمهوری اسلامی خونده میشه، این خودش نوعی تمرین دموکراسی است و هیچ بد نیست به گفته اونها. حالا هم از مسئولان پیشین یا مسئولان فعلی، تفسیر شما رو میشتم. عرض به خدمت شما جناب چلنگی، رأی دادن البته یکی از نشانه ها و ابزار دموکراسی است، ولی این به اون معنا نیست که صرفا وقتی که رأی میدهند پس دموکراسی برقراره. مانند این که من یک سری از دوستان خودم رو، از فک و فامیل خودم رو، از اونایی که مورد قبول خودم هستن، اینا رو در یه اتاق جمع بکنم، بینشون رأی بگیرم، به کی رأی بدید، تازه بگم از همه اینا به این 10 نفر رأی بدید مثلا، بقیه جمعیت اصلا حساب نشن. خب ما میدانیم که همین الان بعد از گذشت 5 سال از مسئله جنبش سبز 88 هنوز این ماجرا ادامه داره، هنوز میگوین فتنه، هنوز دارن سرکوب میکنن، هنوز آقای خامنه ای میگوید اگر میخواستیم این 2 نفر رو، یعنی آقای موسوی و کروبی رو محاکمه کنیم، جرم سنگینی در انتظارش بود. خب آقا شما رهبر نظامی، اولا از کجا میدونی که جرم دارن؟ خب بده قوه قضاییه رسیده، از کجا میدونی سنگین است؟ و تازه میگوین خب خیلی لطف کردیم که اعدام نکردیم. آقا اینا چه گفتند اصلا؟
گفتن آقا این انتخابات رو ما برنده ایم، اعتراض داریم بهش، میشد قشنگ خیلی راحت مانند همه کشورها یا باز شماری آرا کرد یا در نهایت انتخابات رو تجدید کرد، دیگه انقدر دنگ و فنگ نداره. ولی 5 ساله دارن میکشن، میزنن، میگیرن، هنوز از فتنه میترسن. چرا؟ به خاطر اینکه خودشون هم میدونن که اون ساز و کار دموکراتیک رو در انتخابات ندارن. و الا بله، بسیاری هستند که میگویند حالا ما یه رأی میدیم. آخه رأی بین بد و بدتر، فلسفه‌ای که الان به وجود آوردن و متاسفانه بعضیا تبلیغ میکنن که بین بد بریم بد و بدتر بریم بد رو انتخاب کنیم. آخه اصلا تمام فلسفه انتخاب اینه که بین خوب و خوبتر بریم خوبتر رو انتخاب کنیم، نه اینکه یک سری آدم بد. چرا نمیگذاریم آدمای خوب بیان به میدان که بین خوبان بتونیم انتخاب کنیم؟ چه کاری که در همه جا میکنند، منتها جمهوری اسلامی. و متاسفانه جناب چالنگی، بعضی ها هم آنقدر این سطح توقع و این کف مطالبات رو به قول خودشون پایین میارند که حکومت هم میتواند این زورگویی ها رو ادامه بده. متاسفانه شما فرمودید، میگویند تمرین دموکراسی. آخه این چه تمرینی است که از روز اولش تا حالا دائما در مسیر نزول رفته؟ اتفاقا از دموکراسی در طی این سالها، طی این 35 سال، دورتر و دورتر و دورتر شدیم جناب چالنگی. جالب، نکته جالبی است، برای اینکه مثلا چریکی که در زمان پیش از انقلاب اسلحه به دست گرفته بود، چریک فدایی خلق و حتی به کادر رهبری این سازمان هم راه یافت، من فقط سیر تحول میگم، آدم کش و خودش رو هم در معرض کشتن قرار داد یا همراهانش رو، امروز روز مدعی یا مدافع یا حامی چنین نظری هست. این از پدیده‌های قابل مطالعه است. در مورد انتخابات آقای دکتر مویدی، من فقط یک نکته رو بگم. در ایران آقای ناطق نوری، ایشون بخشی از خاطراتش منتشر شده، وزیر کشور بوده، در دولت رفسنجانی وزیر بوده، از بس سمت دارن اینا، آدم یادش میدی که چی کاره بوده و بعد نامزد شده بود. همین انتخابات بوده، یک نامزد بلوچ رو صلاحیت شورای نگهبان رد کرده، مردم اومدن اعتراض کردن، گفتن که آقا این درست نیست و اینها، رفتم برم به طرف استانداری. آقای ناطق نوری با افتخار میگه در یاد داشتش که بله، من این فتنه رو خاموش کردم، دستور دادم 500 نفر رو باید بکشید. خودشم گفته، گفتم 500 نفر، ولی 501 نفر هم نشه، فقط 500 نفر بکشید. به این طریقم فتنه رو به گفته ایشون آرام کردن. مردم رفتن گفتن آقا این بابایی که نامزد شده ما بهش اعتقاد داریم، آدم درست. سال یه تعداد مردم رفتن به کی بگن؟ به استاندار بگن. استاندار به این تلفن زده به این آقای ناطق نوری که دارن میان به طرف استانداری، ما چه کنیم؟ گفته کوتاه نیاید، اصلا بگیرید و 500 نفر بکشید. اگر در کانادا آقای دکتر مریدی کسانی اعتراض کنند، بیان بگن که آقا به هر دلیلی، من نمیدونم مثلا موارد اعتراضی پیدا میشه در کانادا یا نه، مثلا یک دی بیان بگن آقا نخیر، ما مخالف هستیم با این انتخابات، این انتخابات در نظر ما درست نبوده، که حالا به فرض محال، خیلی بعید به نظر میرسه، چه عکس العملی دولت در برابرش انجام خواهد؟ ارسم که آج هرنگی در مقایسه ایران و کانادا یا امریکا و کشورهای دموکراتی، تمام نکته که جناب محمدی در ابتدای صحبتشون اشاره کردن واقعا قیاس منفعت هست. خب ایران یک کشور دیکتاتوری است، این خوابات در اون کشور کاملا نمایشی است و به هیچ وقت در انتخابات ایران، در ایران انتخابات آزاد نبوده و نمیتونه باشه، و اینکه رژیم جمهوری اسلامی بنا به ماهیتش رژیم دیکتاتوری هست و کلمه جمهوری هم با در تضاد است با ماهیت رژیم. به هر حال اصلا به هیچ وجه قابل مقایسه نیست و همه این کارهایی که اونا در ایران انجام میدن همش جز نمایش زدن مردم چیزی دیگری است. همه جهانیان هم میدونن که این رژیم کاملا دیکتاتوری هست، مثل رژیم های دیکتاتوری دیگری که در سوریه است یا در سابق در آلمان هیتلری بود یا در اسپانیا فرانکو بود و رژیم های دیکتاتوری شوروی مثلا کمونیستی و غیره
ساله در ارتباط با دموکراسی در ایران، متاسفانه حتی بعضی احزاب اپوزیسیون ایرانی هم نتونستن دموکراسی رو یاد بگیرن. ما میبینیم که این احزاب هم بعد از 35 سال زندگی در کشورهای دموکراتیک که اغلب سرانشون الان در غربت زندگی میکنن، اینا هم در سیستم خودشون هم نتونستن دموکراسی رو برقرار کنن. بنابراین ما یک مشکل فرهنگی کلی داریم در ارتباط با دموکراسی. ولی برگردیم به سوالتون در ارتباط با کانادا، اتفاقا یک مورد جالبی اخیراً در انتخابات اونتاریو پیش آمد. در یکی از حوزه‌های انتخاباتی کاندیدایی که اعلان شد که برنده انتخابات است، اتفاقا یک خانم کانادایی چینی است، شوهرش هم ایتالیایی اصله، ایشون از یه حوزه انتخاب شدن با 80 رای. 80 رای آوردن. ماها همگی خوشحال شدیم برای که اون حوزه قبلا در دست حزب ما حوزه کار بود و حالا بیافت دست حزب لیبرال که بنده هم متعلق به حزب لیبرال هستم. بعد کاندیدای حزب محافظه کار شکایت کرد، اعتراض کرد، رای ها رو دوباره شمردن. یعنی اداره انتخابات اونتاریو که اداره کلی هست و مسئول این اداره هم مستقیما به پارلمان گزارش میده، نه به نخست وزیر، نه به دولت. اداره انتخابات در اونتاریو و در کانادا یک تشکیلات کاملا مستقلی هست که رئیس اون مستقیما به پارلمان کانادا، به پارلمان اونتاریو گزارش میده، نه به دولت، نه به نخست وزیر. به هر حال کاندیدایی که رای نیاورده بود و 80 رای ظاهرا باخته بود، ایشون اعتراض کرد به نتایج و دوباره اداره انتخابات دستور داد که به اصطلاح این رای ها رو بشمارن. بعدا نشستن رای ها رو شمردن و دیدن که ایشون راست میگه و ایشون با 80 رای در واقع برنده شده، نه که با 80 رای بازنده بشه. کاندیدای حزب لیبرال که ایشون به صورت بار اول برنده اعلام شده بودن، به دادگاه شکایت کرد و دادگاه یکی از قضات در دستور داد که خود کرد که این رای دوباره باید شمارده بشه و این دفعه با حضور قاضی و نماینده قاضی رای ها زن شمارده دیدن که شماره باشه دوم، واقع نماینده کاندیدای حزب محافظه کار ایشون برنده شد با 90 رای. ببینید اینجا حتی وقتی اعتراض پیش میاد، سیستمی هست به صورت مسالمت آمیز رسیدگی میکنن شمارش اول با حضور نمایندگان اداره انتخابات. اگر طرفین قانع نشدن، حتما قانع نشد، میتونه بره به دادگاه شکایت کنه، قاضی حکم میکنه و بعد میاد خود قاضی و نمایندگان قاضی میشینن و رای ها رو دوباره میشمارن و این کار انجام که ایشون با 90 رای اصطلاح برنده شدن. این است که سیستمی هست که به اعتراضات رسیدگی بشه، نه اسمش فتنه هست، نه اسمش کسی دیگری هست، چون دموکراسی هست، حرف مردم، حق مردم. اینجا مردم هستن که دولت ها رو میارن به کار و دولت ها رو میبرن، مثل یانوان نیستن که یا آقای رو یه 40-50 تا آخر جمع شدن گفتن که شما رئیس کل ما هست، هست به رئیس کنده 70-80 میلیون و اون شخص هم مثل یک امپراتور، مثل امپراتور قرون وسطا یا خلفای عباسی یا هر کدوم از اینا با اون مملکت رو داره میچرخونه به سختی خودش، به ذائقه خودش، به سلیقه خودش. اینجا خب حکومت دموکراسی هست، رأی مردم اگر کسی رو خواستن بیارن سر کار، هر دولتی رو نخواستن از سر کار میبرن. یعنی حتی در پارلمان هم احزاب مخالف حق دارن که بتونن دولت رو ثابت بکنن و دوباره انتخابات رو مثلا شروع بکنن، که همون اتفاقی که در ماه جون در اونتاریو اتفاق افتاد. گفتگو میکنیم با آقای دکتر رضا موریدی، نماینده مجلس قانونگذاری اونتاریو کانادا، و آقای ناصر محمدی در استودیو لندن. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای ناصر محمدی عزیز، این روزا در کنار مسابقات فوتبال در برزیل همچنان، باز من مطمئن هستم بسیاری از بینندگان ما اخبار منطقه هم، اخبار سیاسی منطقه رو هم دنبال میکنن. یک جور مسابقات آدمکشی بین گروه های تروریستی هست، از داعش گرفته تا جبهه النصره تا
بقیه گروه ها، حزب الله که قبلا بوده و بقیه. به هر حال داعش هم که میدونیم از گروه هایی که فعلا به فینال رسیده، به با القاعده در کنار دوشا دوش. بسیاری هم معتقد هستند دست ولایت فقیه پشت داعش هست، بی سبب و بی علت هم نیست. این بحث رو روزی بهش خواهیم رسید، بیشتر خواهیم شکافت. اما و در همچین شرایطی مسائل فلسطینی ها بسیار جز مسائل درجه چهارم و سوم شده. اون چی که در رام الله در کرانه باختری رود اردن روی داد، رو بودن سه جوان اسرائیلی و بعد به قتل رسوندن اونها، واکنش آغازین اسرائیل در برابر این عملیات تروریستی هر گروهی بوده انجام شده، گروه فلسطینی که انگشت اتهام متوجه حماس هست. پرسش از میان همه اینها این هستش که حکومت ایران در چنین شرایطی سیاستی رو که پیشه کرده آیا تأمین کننده منافع و مصالح ملی ایران هست یا خیر؟ سیاست منطقه‌ای حکومت ایران در شرایط کنونی. ببینید جناب چلنگی، شاید این دیدگاه منو خیلی تند روانه ببینید. من فکر میکنم الان منطقه رو در واقع میدانیم که آتش گرفته. سه سال در سوریه بوده، حالا این آتش افتاده در عراق و خدا نکنه که منتقل بشه به جاهای دیگه، و در همه جای این بساط الحمدلله هر روز مثل قارچ سبز میشن. اما وقتی ریشش رو نگاه میکنیم، این گروه های تند رو و به قول خودشون تکفیری و اصلا جنگ شیعه و سنی و اینا از کجا شروع شد؟ آیا مگر غیر از این است که اسلام دولتی، حکومتی که سیاست اسلامی رو میخواست پیاده کنه، در سال 1982 رفت در لبنان حزب الله درست کرد، حماس درست کرد، تقویت کرد، تسلیحات داد، بعد حالا اون بذری که اون روز پاچیده شده حالا به صورت داعش و جیش العدل و غیره و ذالک داره سربلند میکنه، داره نهالاش داره میاد بالا، و این واقعا بسیار بسیار خطرناکه. اما میفرمایید در مورد اینکه اساسا جمهوری اسلامی ایران که الان بر ایران و کشورمون حاکمه اساسا به نفع مردم فکر میکنه، به منافع ملی داره فکر میکنه یا به منافع دیگر؟ نه، به منافع ملی اصلا فکر نمیکنه. البته الان چون اوضاع بسیار خطرناکی است، خیلی دست به عصا را میره، ولی هیچ تشک و تردیدی نیست که جمهوری اسلامی هم به دنبال ایجاد یک خلافت شیعی است در منطقه، و این رو در اساسنامه و قانون اساسی شد در همه حرفایی که زدن آمده است. حالا داعش آمده یه خود فکر کنم جلوتر افتاده و خلافت اسلامی رو هم اعلام کرده، ولی کلن بازی که الان باید ایران بکنه بسیار بسیار حساسه. میگویند که حالا به این مرحله رسیده، به این منطق رسیده که باید دولت آقای مالکی بره کنار و شخص دیگری جایگزینش بشه، و تنها راه فعلا همون جوری که همه کارشناسان نظر میدن و همه دولت ها هم نظر میدن تشکیل یک دولت ائتلافی است که همه گروه ها در شرکت داشته باشن، و الا این مسئله جنگ شیعه و سنی و اون طرف هم کردا اگر بخواد این آتشش دامن کشور ما را بگیره، متاسفانه باید گفتش که بسیار بسیار خطرناک خواهد شد جناب شالنگی. و امیدوارم که حاکمانی که در ایران حکومت میکنن به فکر منافع ملی هم باشن، فقط مسئله مذهبی و فقط مسئله ایدئولوژی رو در نظر نداشته باشن. آقای دکتر موردی، در همین عرصه از منطقه که بیرون بیایم، تنش در روابط کانادا و جمهوری اسلامی، تنش که چه ارز کنم، حتی به سطح قطع روابط کشیده شد زمان، به چه شکل هست در حال حاضر؟ در چه مرحله است؟ روابط به همون شکلی بوده که هست، در واقع رابطه نیست. اولا سفارت ایران در کانادا تعطیله و سفارت کانادا در ایران، سفارتخانه‌ها به اصطلاح تعطیل هستند، روابط دیپلماتیک بین دو کشور وجود نداره. البته دولت کانادا بعد از
تحت نواب دولت ایتالیا رو به عنوان حافظ منافع کانادا در تهران معرفی کرد و دولت ایران هم خواستن که حافظ منافع در کانادا معرفی بکنن که دولت ایران هنوز حافظ منافع در کانادا معرفی نکرده و خود همین یه مقدار زیادی مشکلات وجود آورده برای ایرانیان مقیم کانادا در مورد انجام کارهای کنسولیشون و کارهای اداریشون که مجبورن برن به واشنگتن. به هر حال به هیچ وجه خوب نیست، در واقع رابطه وجود نداره از نظر دیپلماتیک بین ایران و کانادا. آقای موردی، این پرسش رو در آخرین باری که با شما بودیم در همین برنامه و با بینندگان ما بودید این پرسش رو مطرح کرده بودیم، باز همون پرسش هست چون شرایط عوض شده و باز ادامه پیدا کرده، این که خیلی از بینندگان ما مایل هستن بدونن که چجور هست که برخی از مسئولان جمهوری اسلامی متهم هستن به دزدی بدون رو درواسی، دزدی هم نه آفتاب دزدی، میلیاردها، مثلا آقای خاوری یا بقیه کسانی که اسمشون نیست، یا بقیه که از جاهای متهم هستن به جنایت علیه بشریت، عملیات تروریستی مثل آقای رفسنجانی و بقیه در ارتباط با عملیات تروریستی خارج از کشور، قتل دکتر شاپور بختیار، قتل دکتر مظلومان، قتل دکتر الهی، سیروس الهی، قتل دکتر کاظم رجوی، فریدون فرخزاد، انفجار آرژانتین و بقیه جا اینها، اما در کانادا یا به سر میبرن یا تونستن در اونجا سرمایه های رو منتقل کنن. این به چه شکل است؟ این رو فرصتیست مجدده از شما بپرسیم. عرض کنم که آقای فرنگی در مورد سرمایه هایی که به صورت پولهایی که سران رژیم از ایران خارج کردن، کانادا تنها جایی نیست که اینا پولهاشون آوردن. لیستی دو سه سال پیش در اومده بود، حتما ملاحظه کردید، نشون میداد که زعما و وابستگان حکومت پولهای کلان، زعماهای بیلیاردی، میلیارد دلاری در انگلیس، امریکا، کانادا، مالزی، استرالیا، اندونزی، کشورهای مختلف جهان پولاش رو بردن اونجا نگه داشتن. بنابراین کانادا در این مورد مستثنا نیست. در ارتباط با سوال قسمت بعدی سوالتون، آقای خاوری اینجا بودن، حالا نمیدونم هنوز هم هستن یا از اینجا رفتن، ولی وقتی از ایران خارج شد و رفت انگلیس ظاهرا تبع کانادا بودن یا اقامت کانادا داشتن، اومده بودن اونجا ساکن بودن. در کانادا خب چون حکومت قانون اینجا حاکم هست، بنابراین اگر کسی رو بخوان به اصطلاح کاری باش بکنن، طبیعتا باید از معیار قانونی بهش برخورد بکنن، نه از معیار سیاسی. مثل همون صحبت که الان شد، آقای ناطق نوری مثلا تلفنی به استاندار بلوچستان بگن که برین آقا 500 نفر هم شده بکشین و نذارید که این کار انجام بشه. خب اینجاها در کشورهای دموکراتیک یکی از وجوهات دموکراسی حکومت قانون هست که همه مردم از بالا تا پایین همه در مقابل قانون یکسان هستن و کسی رو نمیشه به اصطلاح همینطوری از کانادا بیرونش کرد یا مثلا انداختش زندان. بنابراین باید مراحل قانونی رو طی بکنه و اینجور مسائل معمولا مسائل ساده و آسونی نیست که به اصطلاح خودمون میگیم دادگاه پسند باید باشه که بتونه بره به دادگاه، دادگاه حکم بده، بعد میگه دادگاه حکم داد، اون وقت دولت میتونه اون حکم رو اجرا بکنه. ما حتی میبینیم آقای چارنگی در اروپا بعد از 60-70 سال که از جنگ جهانی دوم میگذره، گاهن بعضی از کلیمی های مثلا آلمان یا اروپا هنوز هم به دادگاه شکایت میکنن، به دادگاه ها رسیدگی میکنن و بعد از ده ها سال اینها میتونن به حق حقوق خودشون برسن از طریق مراجع قانونی. در کانادا هم به همین ترتیب است. بنابراین مراحل قانونی در حال به اصطلاح انجام هست، ولی اینکه ما نتیجه اون رو ببینیم خب طبیعتاً دفعه ممکنه طول بکشه. یعنی ولی یک روزی در یک مرجع در این شرایط در آینده هر زمانی ثابت بشه این پول هایی که منتقل شده به خارج از ایران، هم از کانادا، آمریکا، اروپا، مراجعی وجود داره که رسیدگی بکنن، فرض کنید دولتی در ایران سرکار هست بیاد پیگیری کنه که آقا این میلیارد هایی که خارج شده اومده به
کالیفرنیا، به کانادا، به انگلستان، به سوئیس، جای دیگه. در کانادا مرجعی هست رسیدگی کنه که اینها رو برگردونه به منشأ دزدیده شده، یعنی سفره مردم ایران؟ قطعا همینطوره. مراجع قانونی و دادگاه‌های کشورهای مثل انگلیس و آمریکا و کانادا و بقیه کشورها هستن که اینا پولا رو از ایران مفرستاد و دزدیدن و بردن در اون کشورها به حساب خودشون خوابوندن. ولی پروسه قضایی میدونی که در کشورهای دموکراتیک پروسه آسونی نیست. طوری نیست که مثلا فرض کنید فردا یا در ایران حکومت دموکراتیک روی کار آمد و اونا بتونن در عرض یک روز دو روز این پولها رو به ایران برگردونن. پروسه خیلی طولانی هست. همونطور که عرض کردم در مورد کلیمیان آلمان سالیان سال طول کشیده، ده ها سال طول کشیده و اگر همچین اتفاقی در ایران هم بیفته روند خیلی طولانی خواهد بود. البته غیر ممکن نیست، ولی روند طولانی خواهد بود که این پولها بتونه به ایران برگرده. آقای محمدی، به نظر میرسه بر پرونده های فساد در جمهوری اسلامی ابتدا میاد با سر و صدای بوق و کرنایی و بعد خاموش میشه، از جمله آنچه که در ویترین و پیش قراولش رو آقای بابک زنجانی نشاندن در زندان و آنچه که در پیش ویترین باز آقای مهافرید خسروی نشاندن و اعدام کردن و پس از اون قائله خط شد. متاسفانه واقعا به درستی خط شد یا نه تازه آغاز قائله است و پنهان است قائله؟ نه ببینید جناب چلنگی، قائله خاصی نیست، اصلا نمیخوان قائله را بندازن، اینا دارن بازی سیاسی خودشونو میکنن. یه روزی آقای بابک زنجانی، آخه نمیشود باور کرد که فقط ایشون به تنهایی 4 میلیارد فقط از یک بابت از وزارت نه پول گرفته و رفته فرض بکنید شرکت درست بکنه، تحریم ها رو دور بزنه، بعد میلیارد وقتی جمع میذاری مثلا میبینی یه چیز در حدود 20 میلیارد دلار، آخه مگه شوخیه؟ و بعد ایشون رو میگیرن، خودش هم میگه من ویترینم، کسان دیگه پشت سرمون هستن. بنابراین فقط دارن بازی رو میکنن. مهافرید خسروی رو که اتفاقا اشاره فر بودید، تنها آدمی بود که آخه در این وسط پول خودش رو هم گذاشته بود و جالب استش که متهمش کرده بودن به این که شما به نظام اقتصادی کشور فساد وارد کردی، رشوه داده ای. هیچ نگفتن اون کسی که رشوه گرفته است و الان یکیشون تو کاناداست که اشاره کردین، مثلا اون چه گناهی داره، اون چه جرمی داره و دیگرانی که هستن. اما به طور کلی ببینید جناب چالنگی، 8 سال دولت آقای احمدی نژاد بر سر کار بوده است، حالا دارن دانه دانه پرونده ها رو رو میکنن و همون جوری هم که فرمودید مسئله نیست که تاتش برن رسیدگی بکنن. حالا مسئله آقای رحیمی هست، مسئله بابک زنجانی هست، تمام کسانی که در دستگاه ریاست جمهوری داشتن فعالیت میکردن، دولت پاک احمدی نژاد، هر کدومش رو انگوش میذاره میبینیم میلیارد میلیارد چپاول کردن. حالا تازه ممکن است این دولت احمدی نژاد پاکتر از دولت‌های دیگر بوده باشد، از همین دولت فعلی که الان هستش. بنابراین فقط به نظر من جناب چالنگی دارن بازی رو درست میکنن، مردم رو به قول امروزی ها میذارن سر کار، فردا اصلا در این پرونده بسته میشه. همچنان که یک بار آقای خامنه ای آمد در اون قضیه 3 میلیارد دلاری که 300-3000 میلیارد تومانی میگن، 3 میلیارد دلار بود، اومد گفت آقا زیاد دیگه سرپوش بذارین، سر صداشو بخوابونین بره به همین راحتی. بنابراین وقتی شکل کار اینجوری هست که به هر کسی هم رانت خودشو داره و میلیاردها در فوتبالش رانتخاری هست، در سینماش هست، در صنایعش هست، در بیمارستان هست، اصلا جایی نیست که رانتخاری نباشه. یک سفره است که اون سفره مردم سر جای سفره است که انداختن و همشون دارن به حد کافی میبرند و میخورن. متاسفانه آقای موردی عزیز، ایران با جامعه جهانی مشکل داره، یعنی ایرانی که میگم جمهوری اسلامی ایران رو صاحب چنین مشکلی کرد. مسئولان جمهوری اسلامی میگن که ما اعتماد نداریم و این وظیفه بقیه است که اعتماد سازی کنه. واقعا باید چه کرد؟ ایران باید
به چه سمتی بره که بتونه در روابط قرن 21 با همه جهان به سر ببره و به سود مردم ایران باشه، دریاچه رضایی خشک نشه، کارشناسان بتونن کمک کنن یا هر چی که هست و بقیه جاهای ایران لقمه نان شرافتمندانه این بر سفره مردم باشه و امنیت اجتماعی و شغلی و همه چیز. چه باید کرد؟ پاسخ سوالی که فرمودید، اعتماد سازی دو طرفه هست، یک طرفه نیست. بنابراین کشور ایران باید در جامعه جهانی جای خودش رو پیدا بکنه، نمیتونه در انزوا زندگی بکنه. جامعه جهانی هم به ایران نیاز داره. امروز دنیا دنیای بسیار کوچکی شده. در واقع کشورها کم کم اون معنایی که فرض کنید در 100 سال پیش داشتن اون معنا رو از دست دادن. کشورها همه به هم دیگر نیازمندن و در این نیازی که کشورها به هم دارن، چه کشورهای بزرگ چه کشورهای کوچک، باید بتونن با هم دیگر در صلح و مسالمت و به اصطلاح زندگی بکنن و این هم یک روند دو طرفه است. به این معناست که ایران باید به جامعه جهانی نشون بده که بخشی از جامعه جهانی هست، حقوق مردمش رو در داخل ایران محترم بشماره، حقوق ملت‌های دیگر کشورهای دیگر رو محترم بشماره و قطعا کشورهای خارجی با ایران مشکلی نخواهند داشت. مگر در گذشته در دوران سابق دنیا با ایران مشکل داشت؟ مگر ایران تهدید به حمله نظامی میشه در دوره سابق؟ مگر در دوره سابق ایران با تحریم اقتصادی یک بار در دوباره چندین بار مواجه بود؟ نه، همچین نبود. در دوره سابق ما ایرانیان هر جای دنیا که مسافرت میکردیم ما با سربلندی کشورهای دیگر ما رو میپذیرفتن. امروز وقتی میگیم ایران ایرانی هستیم یا حتی وقتی در پاسپورت کانادایی بنده، پاسپورت دیپلماتیکی که بنده وقتی نگاه میکنم میبینم متولد ایران هستم، در کجاها با شک تردید به من نگاه میکنم. خب اینا همش ناشی از سیاست های نادرست حکومت ایران هست که باعث شده که ایران و ایرانی در دنیا به شکلی باش برخورد بکنه که امروز برخورد بکنه. سپاس بسیار داریم آقای دکتر رضا موریدی عزیز، با سپاس که با ما و بینندگان ما بود. سپاسگزار هستیم آقای ناصر محمدی گرام. ممنون. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال سند و سبلان و آسماری الوند کو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.